کوچه کوچه دلم پر از غوغاست، هر طرف خیمه عزا برپاست. ماه خون و خروش و ماتم شد، ماه خون خدا محرم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، فارسی زبانان محترم، هر جایی که هستید، مخصوصا در افغانستان کشور و وطن عزیز ما، رسیدن ایام عزا و مصیبت و عزاداری امام حسین علیه السلام و خاندان و اصحاب شهید آن حضرت خدمت به محضر امام زمان و به خدمت شما عاشقان و محبان و عزاداران امام حسین علیه السلام تسلیت میگم. انشاءالله که عزاداری های ما و شما در این شبها و روزها مقبول خداوند متعال باشه و ما بتوانیم بهره برای زندگی من و برای معرفت افزایی من از این مجلس ها و از این روزه ها ببریم. خیلی خوب، در چنین شب ها و روزهای بیشتر سزاوار هست که درباره امام حسین و قیام امام حسین صحبت شود از زوایای مختلف. درسته با رسیدن ماه محرم شور عزا در دلهای ما موج میزنه و احساسات ما درباره خاندان پاک و طاهر پیامبر اکرم، مخصوصا امام حسین علیه السلام، به هیجان می آید و ما به یاد مصیبت ها و غم های آن حضرت ممکنه اشک بریزیم، اندوهناک بشیم و عزاداری کنیم. ولی باید به این مسئله اکتفا نکنیم. این عزاداری ها و این شور و احساس ها مقدمه باشه برای بارور شدن شعور ما و شکوفه زدن درخت معرفت در دل ما، تا ما بیشتر با امام حسین همگام شویم و پیام امام حسین درک کنیم. یکی از سوال هایی که بسیار بسیار در این شب و روزها ممکنه مطرح شود، هدف و اهداف قیام امام حسین علیه السلام هست که او حضرت چرا قیام کرد. ما به خاطر که این مسئله را پاسخ بدیم و در عباره بحث و گفتگوی شکل بگیره، در خدمت دانشمند محترم پژوهشگر توانا جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد سجادی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان و تلویزیونی استودیوی تلویزیونی جهانی هادی. ایام محرم را و ایام عزاداری امام حسین علیه السلام خدمت جناب عالی هم تسلیت میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم از این فرصت استفاده میکنم به بینندگان عزیز و دستندرکاران این رسانه بسیار پربرکت فرا رسیدن عاشورای ابی عبدالله را تسلیت ارز میکنم و آرزومندم که در این عاشورا و یا در این محرم پیام عاشورا را بهتر درک کنیم و جامع عمل بپوشانیم انشاءالله. خب جناب استاد، هم قسمی که ما خدمت بینندگان محترم هم عرض کردیم، آنچه که مهم هست در کنار عزاداری ها و شور و هیجانی که در این ایام دیده میشه در جامعه، مخصوصا در جامعه شیعی، یک نوع هیجانی، احساسی بسیار بسیار
پررنگی درباره امام حسین و مصیبت هایی که در حق ایشان و خاندان ایشان در واقعه عاشورا در سال 61 اتفاق افتاد. ولی آنچه که در کنار این هیجان ها و این عزاداری ها و این شورها ما باید به دنبالش باشیم و امشب از حضرت عالی میخواهیم که مسئله تبیین کنید، هدف قیام امام حسین است که امام حسین بر چه هدفی، برای تحقق چه اهدافی چون این کاری کرد، دست به قیام زد و عاشورا آفریده شد و یه حادثه اتفاق افتاد. عرض کردم که قیام عاشورا قیامی حساب شده با برنامه و آگاهانه بود. پس لابد هدفمند. پس باید هدفمند باشه. بله. که از این قیام پیامبر یاد میکنه. ائمه معصومین علیهم السلام همه به یاد این قیام بودن. و خود ابی عبدالله علیه السلام نیز در مقاطع مختلف با تعبیرات مختلف درباره قیام عاشورا صحبت کرده است که معروف در این جمله ای که همه حفظن تقریبا بله. تمام عزاداران انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، که این متن رو همه حفظ داره که امام فرمودند که عاشورا با هر دو شاخه اش، عاشورا دو شاخه داره، بله، شاخه شهادت و شاخه اسارت، بله، هر کدام با برنامه های متنوع و سوزناکی همراه هست که تحمل این برنامه ها به صورت آگاهانه، بله، سوال برانگیزه. و سوالی که برانگیختش اینه که مگر چی مشکلی پیش آمده بود که امام حسین علیه السلام به استقبال داوطلبانه شهادت و اسارت رفت. درست. ببینید تقبل اسارت خاندان پیامبر کار سختی بود، همونجوری که شهادت هم کار سختی بود. بله. اما امام حسین فرمود که من شایسته ترین کاندیدم برای تغییر وضعیتی به وجود آمده، بله، قیام کنم. این وضعیت تغییر بدم. تغییر بدم. پس این سوال مطرح میشه که فسادی که به وجود آمده بوده در زمان ابی عبدالله علیه السلام و احتمال این میره که این فساد در مسیر تاریخ گاهی گاهی تکرار شوه، و عاشورا میگه هر زمان که این فساد تکرار شد پیام عاشورا جان میگیره، که باید کسانی که دلداده به عاشورا و امام حسین علیه السلام دست به فعالیت بزنه و فساد را ریشه‌کن کنه. اون فساد چیه؟ اون فساد چیه که خوشبختانه در سخنان ابی عبدالله علیه السلام سرفصلی این فساد توضیح داده میشه. در کجا بیان شده؟ ببینید ما در روایات در کتب تاریخی مسلمین، این که مسلمین میگم آگاهانه میگم، مسلمین فرق نمیکنه، شیعه اینو گفتن که ابی عبدالله علیه السلام درباره فساد گفتن که جامعه فاسد شده. فساد از کجا پیدا شده؟ از جامعه، از زندگی اجتماعی مسلمان ها. و مرکز و نقطه مرکزی فساد چیه؟ رابطه حاکمیت با مردم، یعنی رابطه حاکمیت با مردم. درست. حاکمیت این فساد را ایجاد کرده، عامل این فساد هست یا مردم؟ ببینید حاکمیت فاسد شده. بله. فساد حاکمیت رو چطور توضیح میده امام؟ ببینید ما یک سرفصل داریم در معارف دینی ایمان، عبادت خدا. بله. عبادت خدا یک سرفصل محوریه. درست. که تمام انبیا برای این مبعوث شده که بشر به عبادت خدا بکشانه، که اگر عبادت خدا با وجود آمد تمام خوبی ها در جامعه به وجود میاد. یعنی همه عباد الرحمن باشن. بله بله. لقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
در عصر ابی عبدالله علیه السلام حاکمیت فاسد شده بود و فساد حاکمیت سبب شده بود که بی‌بندباری و عبادت گریزی در بدن جامعه هم به وجود بیاید. همینجا اجازه بدید من یک نکته را از شما بپرسم و توضیح بفرمایید که اصطلاحات در دوره های مختلف بار معنایی خاص پیدا میکنه. مثلا برای امروز ما وقتی که میگیم مثلا حکومت فاسد، بیشتر اون فساد مالی و اقتصادی بیشتر به ذهن میاد، زد و بند هایی که هست، راند هایی که هست. وقتی که شما میگید که در زمان امام حسین حکومت اسلامی فاسد شده بود، حکومت اون زمان اگر تعبیر اسلامیش درست باشه، حکومتی که بر مسلمان ها اون زمان بود فاسد شده بود، منظورتان دقیقا از فساد چی است؟ ببینید، تعابیری که اشاره داره به فساد حاکمیت اون زمان تعابیر مختلفه. بله، از جمله واستأثروا بالفیء، فیء من بیت المال مسلمین میگه، این صحبت امام حسین هست. بله، این صحبت با مسلم که بیت المال را ویژه خودشون میشناسن، یعنی فساد اقتصادی. فساد اقتصادی، خب وقتی دارایی یک کشور در انحصار حاکمیت قرار میگیره، نه در خدمت رسیدگی به جامعه و نیازهای جامعه، این جامعه نمیتونه پیشرفت داشته باشه. آیا فقط همین فساد اقتصادی امام حسین واداری به قیام کرد، یا وضعیت به گونه رقم خورد که امام حسین احساس وظیفه کرد؟ این یک سرفصل، این یک سرفصل. سرفصل دوم، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، حاکمیت برخوردش با مردم بر مبنای تعدی به مردمه، یعنی ظلم. ظلم، ظلم کرد، ظلم فراگیر شده بود. درست. ظلم فراگیر شده بود و عبادت خدا به فراموشی سپرده داشته بود. ظلم فراگیر شده بود. وقتی که ظلم فراگیر میشه و یاد خدا به فراموشی سپرده میشه، زمینه انواع انحرافات و خلافکاری ها فراهم میشه. وقتی امام میفرمین ما خرج لطلب الاصلاح، بعد توضیح میده الا تر الا این هاولا قد لزموا طاعت الشیطان، اینا بنده شیطانه، و ترکوا طاعت الرحمن، دقیقا خلاف دستور قرآن. بله. و اظهر الفساد، تمام فسادها رو رواج میده. بله. و عطل الحدود الهی رو تعطیل کرده و حرم حلاله و احل حرامه، حرام خدا رو حلال ساخته، حلال خدا را حرام ساخته. این وضعیت به وجود آمده در چنین شرایطی، نه تنها امام حسین علیه السلام، بلکه هر بیننده ای. بله. اگر دست به کار شد به اصلاح این وضعیت پرداخت و مردم را کشون به بندگی خداوند، خب وگرنه کان حقا علی الله ایدخله مدخله. امام حسین می فرماید که اگر دست به کار نشود کسی بی تفاوت من، کیفر انسان بی تفاوت با کیفر حاکمیت تباهکار یک چیزه، در جهنم هم سلول با هم یکیست. بله، سرنوشت یک چیزه. صحیح. بله. خب این وضعیت در زمان ابی عبدالله علیه السلام به وجود آمده بود، لذا ابی عبدالله قیام کرد و تصریح فرمود که من تنها کاندیدی هستم که میتوانم این وضعیت را تغییر بدم. واقعا اونجوریه، هر سالی که عاشورا فرا میرسه یک تکانی به وجود میاد در بدن جامعه، یعنی پیام عاشورا به عنوان پیام اصلاح گویا فعال میشه، در دل همه زنده میشه، همه به خود تکون میده که ما بی تفاوت نباید بمانیم، باید به اصلاح جامعه بیندیشیم، باید به اصلاح. اینما خرج لطلب اصلاح امت جدید، خب من ما امتیم، آیا در وجود زندگی من فرد که یکی از اعضای امت هستم همه صلاح دیده میشه یا فساد دیده میشه؟ ببینید، در جامعه ای که سواد در حد آخری تنزلش رسیده، این جامعه نمیتونه که ادعا کنه ما جامعه صالح هستم، یعنی اینجا یک فساد رخ داده. بله، خودی کاهش دانایی. بله. و رشد علمی یک نوع فساده، جایش جهل فساده. درست. خب اجازه بدید جناب استاد که بحث ما یک وقفه ایجاد کنیم، یک کلیپ آماده نشر هست،
باز دوباره خدمت شما برمیگردیم. بینندگان محترم، کلیپ تقدیم نگاه های شما میشه. امیدواریم که این کلیپ را ببینید و حس حالی که به شما دست میده انشالله که حس حال خوب و حسینی و محرمی باشه. قال الحسين عليه السلام اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. خداوندا تو میدانی که قیام ما برای رقابت در رسیدن به ریاست یا به چنگ آوردن مال و ثروت نیست، بلکه هدف ما این است که دین تو را برپا بینیم، در بلادت اصلاحات را بنمایانیم، بندگان ستم رسیده ات آسود خاطر شوند و به واجب و سنت و احکام تو عمل شوند. خب بینندگان محترم، همراهان گرامی، اجازه بدید که من شماره واتسابی و پل ارتباطی شبکه 6 تلویزیون جهانی حاضر خدمت شما عرض کنم. مثبت 964-780-255-40-13 است. اجازه بدید بدون اینکه وقت از دست بدیم برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. خب جناب استاد سجادی، مصادیقی از فساد که در او زمان در جامعه اسلامی چی مردم و چی حکومت گرفتار شده بود، شما فرمودید فساد اقتصادی بود، نابرابری و ظلم و ستم بود. باز هم مایل هستیم که در این قسمت بیشتر توضیح بفرمایید، مصادیق دیگری را بیان کنید تا مسئله یک مقدار برای ما ملموستر و عینی تر شود. وقتی که بندگی خدا به فراموشی سپرده میشه، به صورت اتومات جامعه به دو دست تقسیم میشه، بخش ثروتمند و مرفه، بخش فقیر و بینوا مستمن. یک در واقع شکاف طبقاتی اصطلاح امروزی، شکاف طبقاتی که به وجود می آید، شکاف طبقاتی آمیخته است با کینه متقابل، خصومت متقابل. برای که فقرا که وقتی به شکم گرسنه خودشون می بینه و بر رفاه زدگی ثروتمندا می بینه، به خود حق می ده که نسبت به اونها نگاهی خوشبینانه نداشته باشه و اونها میفهمه که این فقرا که بدبخت شده، نگاهشون به ما که ما در اوج رفاه هستیم، بهترین امکانات داریم، نگاه دوستانه نیست. احساس ترس میکنه از اونها که اگر احساس ترس میکنه. بله، حتی گاهی ممکن به احساس ترس هم برسه. جامعه که تقسیم میشه به دو قشر متخاصم و نسبتاً کینه‌توز نسبت به هم دیگر، این جامعه وحدت نداره. اصلاح چیه؟ اصلاح وحدته. فساد چیه؟ پراکندگی و کینه‌توزی و خصومت متقابله. بله. خب قیام ابی عبدالله میخواد این وضعیت تغییر کنه. یعنی چی وضعیت تغییر کنه؟ بیایه که جامعه را اصلاح کنه که قشر ثروتمند به یاد فقرا باشه و فقرا هم با خودش اینجوری بیندشه که من فقیر هستم ولی فقر من جلوی بندگی خدا را نمیگیره. در تقرب ممکنه که ما موفق تر باشیم. با این توجیه، بله، پس از یک طرف اغنیا به یاد فقرا هم انفاق در راه خدا را بسیار مهم می شمارند. بله. و از طرف دوم فقرا فقر را مانع تقرب نمی دانه. میگن ممکن من فقیر باشیم ولی در تقرب به خداوند موفق تر از اغنیا باشیم، لذا کینه پیدا نمیشه.
اختلاف به وجود نمیه، درست، اتحاد به وجود خب میه. امام حسین قضیه را میخواست صرفا از طریق توصیه های اخلاقی و روشن اندازی از نظر معرفتی حل کنه یا ای که یک راهکار عملی هم برای قضیه؟ ببینید امام حسین میخواست که بندگی خدا را برگردانه، یعنی اون محور بود، محور بود. این که گفت که الا و ان هؤلاء قد لزم طاعت الشیطان و ترک طاعت الرحمن، وقتی بدنه جامعه نظام سیاسی جامعه بله. و حاکم قشر حاکمیت جامعه، وقتی اینها به بندگی شیطان پرداختن و نسبت به بندگی خداوند بی تفاوت شدن، کم کم بندگی خداوند در اقشار دیگر هم به فراموشی سپرده میشه. خب امام حسین آمد که ما نماز رو دوست دارم. ببینید این تعبیر در عصر روز عاشورا، تعبیر از زبان ابی عبدالله علیه السلام بیرون آمده. وقتی جنگ بود دیگه اجازه توقف جنگ رو ندادن که تعطیل کنه در ظهر عاشورا. بله بله، وقتی اون طرف گفتم زواله، حضرت گفت بله وقتی نماز هست. خب گفت خدا تو را از نماز گزاران قرار بدهد. یک دعای بسیار جالب در حق اون آقایی که زوال را تذکر داد. بله. نماز یادآوری کرده بود. جزا و اجازه بدین، اجازه ندادن. حضرت فرمود که خدا میداند که من احب الصلاه، نماز را دوست دارم. بله. ببین این تعبیر اگر امروز بیایه به گوش عزادار برسه، در دل عزادار بنشینه، میدونی که نماز اهمیت پیدا میکنه؟ نماز با حضور قلب اهمیت پیدا میکنه؟ نماز اول وقت اهمیت پیدا میکنه؟ چرا؟ برای اینکه مردم امام حسین رو دوست داره. اگر امام حسین فرموده که این رو باید همه نقل کرده، این احب الصلاه، آی مسلمان تویی که من رو دوست داری بدان که من نماز رو دوست دارم، پس بیا نماز رو هم دوست بدار. اگر نماز رو دوست داشتی، بله، نماز رو با حضور قلب خواندی، اولی وقت خواندی، با رعایت شرایط خواندی، این نماز تو رو به معراج میبره. درست. خب موضوع اصلی ما این است که میخواییم جا بحث کنیم و روشن شده که امام حسین واقعا چرا قیام کرد، یا در واقع از این قیام خود چی منظوری داشت و میخواست چه هدف یا اهدافی را محقق کنه. شما فرمودید که یکی از این مهمترین اهداف اصلاحگری بود، انحرافات به وجود آمده و امام حسین میخواست این انحرافات را اصلاح کنه و کجه هایی که به وجود آمده و این کجه ها را راست کنه. فساد اقتصادی بود، نابرابری بود و مهمتر از همه اگر ما اشتباه نکنم شما فرمودید اون انحراف محوری این بود که عبادت رحمان تبدیل شد به عبادت شیطان و امام حسین تعبیر کرده که حکومت بنده شیطان شده. خب این جناب استاد، این انحراف ها و کجه هایی که پیش آمده بود جز با شهادت و ریختن خون و اسارت درست شدنی نبود؟ ببینید از تعبیر ما چی میفهمیم. بله. این احب الصلاه، ای مردم ما چیزی خیلی تازه ای نمیخوایم، من نماز رو دوست دارم. بله. اما بیا نماز خون بشه. ولی خب اونا به نماز، اینکه امام حسین نماز داشت داشت یا نداشت کاری نداشتن. که میخوام عرض کنم من نماز دوست دارم، صحبت مونده یزید میگه خب دوست داشت باش برو صبح نماز بخون. ولی این موضوع امام حسین را دشمن میدونست اصل گپ کجایه. بله. اصل گپ اینه که ما از نگاه مکتب عاشورا بنده شیطانیم، لذا جای امنی برای ابی عبدالله باقی نمونده بود. امام گفتن ما نماز رو میخواییم، نماز خواستن که گناه بزرگی نیست. بله. این که امام میفرد ما معروف رو میخواییم، منکرات کارهای زشت کاهش پیدا کنه، این که چیزی بدی نیست. ولی مواضع امام با تمام مصادقش وقتی جمع میشود این بود که این فساد منشش این حاکمیت و این حاکمیت به تغییر کنه، و حاکمیت تصمیم جدی گرفته بود که امام حسین را اجازه ندهد به این هدفش برسه. لذا جای امنی برای ابا عبدالله نبود. ابا عبدالله قصد جنگ نداشت که با جنگ بیایه نماز را اقامه کنه. درست. با جنگ بیایه معروف را فراگیر کنه. ولی دشمن
خودش رو مجبور میدید که امام حسین را از بین ببره تا با فراغت بال بتوانه که به اهداف شیطانیش برسه و اهدافش رو دنبال کنه. لذا امام حسین علیه السلام در مدینه امنیت نداشت، در مکه امنیت نداشت، حتی در روز عاشورا گفتن خب اگر اینجا ما برای شما چه هستیم، خب بله اجازه بدید ما من اینجا رو هم ترک میکنیم. اما وقتی که امام حسین هیچ جای امن سراغ نداشت در کره زمین، کم کم مجبور شد که مسیر کربلا را انتخاب کنه و روز عاشورا به وجود بیاید که این هم با عشق به عبدالله همراه بود. بله. و منطق به عبدالله این بود که این قیام و این شهادت و این اسارت اون خواسته های اصلی ما رو تأمین خواهد کرد. نماز زنده میشه، معروف زنده میشه، منکر از بین میره، اختلافات از بین، به یک شرط. کدام شرط؟ شرطش چیه؟ شرطش اینه که ببینید پیام عاشورا رو ما فراگیر کنیم. پیام عاشورا پیام بندگیه، پیام عبادته. درست. اگر ما پیام عاشورا را فراگیر کنیم و خواسته ابی عبدالله را فراگیر کنیم با تبیین عاشورایی، عاشورا به اهدافش میرسه. یعنی این قسمتش دیگه وظیفه ما هست. ما که میگم در اینجا خب بعضی ها ممکنه که قشر خاصی را مورد اشاره قرار نه، ما یعنی هر کسی هر که هر کی مسلمان پیام امام حسین به گوشش رسیده و به امام حسین عشق میورزه و امام حسین را پیشوای خودش میدانه. ببینید این جمله امام حسین همه میتونه بعد بشه، این ما خرجت لطلب صفی امتی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابي علی. این همه میفهمه که امام حسین میخواد که سیره پیامبر زنده شه. سیره پیامبر رو همه میدونه که سیره پیامبر زیباترین سیره بوده. درست. پیامبر با سیرهش جامعه رو جذب کرد به خوبی ها. سیره امام علی بهترین سیره بوده. ما بیاییم از عاشورای ابی عبدالله، از پیام عاشورا به این نتیجه برسیم ما در ماه عاشورا پیمان ببندیم که ما هم معروف دوست داشته باشیم، ما هم نهی از منکر داشته باشیم، ما هم تلاش کنیم که نماز را احیا کنیم، نماز کامل را، نمازی که ما را به معراج برسانه، به ترقی میرسانه، ما هم فراگیر بسازیم که نماز جان داشته باشه. ببینید این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جان داره، نمازی که عاشورا میخواد. ما اگر نماز را احیا کنیم تمام کارهای زشت از جامعه برچیده میشه. خب جناب استاد، باز هم یک کلیپ آماده نشر داریم و هدفی هست که برنامه ما چون در ایام و شبهای محرم الحرام و ایام عزای امام حسین تقدیم بینندگان محترم میشه، ما همکاران ما گفتن با کلیپ های محرمی و مناسبتی این حال و هوای برنامه را یک مقدار بیشتر محرمی کنه. به همین خاطر اجازه بدهید که این کلیپ را ببینیم همراه با بینندگان عزیز و گرامی شبکه. پیام امام حسین علیه السلام همه شمول هست، به خاطر که هیچ انسانی ذاتن و فطرتن و سرشتن دوست نداره که زیر بار ظلم. بناهن چون اندیشه حسینی اندیشه بود که انسانیت را شامل میشد، بناهن این خودش منحصر به قشر نمیشه، همه انسان ها همی ذاتن چون در مقابل ظلم خوش نداره، بناهن شاملیت همه انسان ها میشه، یا در کل میتونیم بگیم انسانیت میشه. اگر زیر بار ظلم رفتیم یعنی بنده ظلم شدیم، دیگه آزاد نیستیم. امام حسین ثابت کرد که برای آزاد زیستن باید تمامی نیروی خود را به کار ببری و حتی تاوانش هم پرداخت. امام حسین با خانواده خود رفت، همه به شهادت رسیدن، ولی امام حسین برای دنیا ثابت کرد که آزاد زیستن بهتر از این است که تو یک زندگی ذلت‌بار داشته باشی و بخوای که زنده بمانی منتها با ذلت، ولی شهید شدن در راه آزادی خودش بالاترین دستاورد است. احساس سوگواری عجیبه که در وجودم
و او مظلومیت را که در گذشته ها امام حسین و خانواده و اهل و آلش در وجودشان داشت و خانوادهشان داشت، ایر مطمئن استم از خودم گرفته تا تمام افرادی که در اینجا جمع میشن بابت عزاداری عاشورای حسینی به دست میاره این حسار. تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانشسرا و مکتب اولاد عالم است. از خیمه های سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. خدا رحمت کنه شهید بلخی را با این اشعار آگاه کننده که در واقع بیان کننده فلسفه عاشورا و احیا کننده پیام عاشورا هست. خب جناب استاد، شما فرمودید که یکی از وظایف ما این است که امام حسین کوشید که اون پیامش برسه به گوشیم. خب ما چیکار کنیم که پیام رو به خوبی درک کنیم و دریافت کنیم و به او عمل کنیم؟ ببینید، اصلاح نقطه مقابل نارسایی های را ما میتونیم که به سرعت بشمالیم. ما از یک نقطه خیلی حساس شروع میکنیم. آیا خانواده مسلمان، زندگی خانوادگی مسلمان معیاریه؟ صالح و شایسته؟ اگر خوب معیاریه پس اینم طلاق برای چیه؟ این جنگ و جدال ها برای چیه؟ بله. اگر چون چی روابط خانوادگی روابط شایسته، چرا بچه ها که جوان شد از خانه میزنی بیرون بیبندوبار میشه؟ اینا معنیش اینه که ما نارسایی داریم در تمام زمینه ها، در تمام سطوح نارسایی داریم. وقتی که امام حسین، جمله امام حسین انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، خود را امت پیامبر بدانیم و مخاطبی عاشورا بدانیم صحبت. بله. از ما هم میخواد که تو باید اصلاح شنی، نارسایی ها داری، تکون بخوری. نکنه که امام طرف ما نگاه کنه، ما عشق به امام داشته باشیم، بله، ولی نقطه های ضعف در زندگی ما دیده شوه، در فکر اصلاح نقطه های ضعف نباشیم. بسیار عالی استاد محترم، به نقطه بسیار مهم اشاره کردید و این احساس بارها و بارها به ما دست داده و ما به خودم تلنگر زدیم و همین قسم ممکنه بینندگان محترم هم با احساس در این احساس با ما شریک باشه که ما فکر میکنیم که امام حسین وقتی که حرف زده فقط منظورش یزید و همو حکومت او وقت بوده یا همو مسلمان های او زمان بوده و فعلا ما در این قسمت مخاطب امام حسین نیستیم و وظیفه ما فقط یه که هر ماه که محرم شد و یک عزاداری بکنیم و به هر صورت یک رسم و یک آدابی را به انجام بدیم و دیگه سبک بال شویم. بله، این گویا اینجوری شده، گویا اینجوری شده. بله. در صورتی که هدف اصلی ابو عبدالله انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، بعد داره که او اسیر و به سیرت جدی و ابی. بله. مهم اینه که سیره زندگی علی فراگیر شه. ببینید، ما هنوز تصمیم نگرفتیم، ما یه مسلمان. بله. که در زندگی خانوادگی ما یک خانواده معصوم داریم، حضرت زهرا سلام الله علیها و علی مرتضی علیه السلام و حسنین و نه خانواده معصوم. خانواده که طرفین معصوم بوده و الگویه و زندگیشون نمونه فوق العاده. ما بعضی وقتا یک تعبیر داریم میگیم که آخرین اشکی که از چشم علی ریخت هم برای زهرا بود و آخرین اشکی که از چشم زهرا ریخت برای علی بود. بله، اینجوری بود. تاریخ این میگه وقتی میگن که حضرت آمد بالای بستری حضرت سلام الله علیه در حال بیهوشی بود، سری حضرت رو بردش روی زانوهایش گذاشت،
چشم باز کرد. بله. باز کرد، اشک جاری شد. علی پرسید که زهرا چرا گریه میکنی؟ گریت برای چیه؟ در جواب فرمود که گریه هم برای گرفتاری های تو بعد از من. وقت زندگی خانوادگی به این مرحله از محبت میرسه، اون زندگی زیبایی پیدا میکنه. پس ما نارسایی داریم. بیایم در ماه محرم نارسایی های خود رو چک کنیم، مطالعه کنیم. آیا در تربیت اولاد مشکل داریم؟ مطالعه کنیم. در همسایه داری مشکل داریم؟ مطالعه کنیم. در فامیل داری صله رحم واجبه. آیا ما در فامیل داری مشکل داریم؟ بیایم چک کنیم. ما بعضی وقتا ما انجمن فامیل تشکیلش واجبه تا ما به قشر آسیب پذیر فامیل رسیدگی صورت بگیره، رسیدگی محترمه صورت بگیره. اصلاح جامعه به اینه. عاشورا این رو با ما میگه. بله. پس ما اگر چنون که با پیام عاشورایی زندگی خود رو دنبال کنیم، تمام خوبی ها را هم باید مورد شناسایی قرار بدیم، تمام بدی ها و نقطه ضعف را در زندگی فردی و اجتماعی خود هم مورد رسیدگی قرار بدیم و تعهد ببندیم که خدایا با خواست حبیبت و شهید کربلا ما پیمان میبندیم که دینداریمون را مورد رسیدگی قرار بدیم و روز به روز زندگی ما شایسته تر شود و ضعف های زندگی ما کاهش پیدا کنه. باید پیام عاشورا را این گونه برای اون تحلیل کنیم. درسته گریه ثواب داره و گریه پیام عاشورا را داغ‌تر میکنه. مظلومیت ابی عبدالله این پیام عاشورا را تأثیر گذارتر میکنه. امام حسینی که با اون مظلومیت به شهادت رسید، او فرمود که این احب الصلاه. وقتی این پیام از زبان امام حسین به گوش ما برسه، امام حسینی که با اون مظلومیت به شهادت رسید، تأثیر این بیان پیام چند برابر میشه. پس ما بیاییم از عاشورا استفاده کنیم و از عاشورا برای اصلاح زندگی خود استفاده کنیم، برای اصلاح رابطه خود با خودم استفاده کنیم، برای اصلاح خود در رابطه خود با خودم اصلاح کنیم، برای اصلاح رابطه خود با انسانهای دیگر مؤمنین استفاده کنیم، با خانواده و همچنین با کل بشریت. اصلاحی که عاشورا میخواد این را تعمیم میدیم. در این صورت پیام عاشورا فراگیر میشه و امام حسین به اهدافش میرسه که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. پیام امام حسین به گوش مؤمنین میرسه و امام حسین در حق چنین امتی دعا خواهد کرد که اینا پیام عاشورا را دریافت کردن و جامعه عمل پوشندن. اما اگر ما فقط تنها گریه کنیم، درسته به اندازه گریه میکنیم ثواب داره، ولی اصل پیام چی شد؟ انما خرجت لطلب الاصلاح کجا رفت؟ این سر جای خودش باقی من. اريد ان امر بالمعروف و انه عن المنکر کجا شد؟ بله. پیروی سیره پیامبر، پیروی سیره امام علی کجا شد؟ شرف فرمایش سپردشت، اینا هم جزی پیام عاشورایه. پس ما بیاییم ماه محرم را فرصت بدانیم برای بازنگری زندگی فردی و اجتماعی خود. بله. و خانواده خود و همکیشان خود. عاشورا این توان را داره برای که اول دل عزادار را میتپانه. بله. میسوزنه و آماده میکنه برای بعد پیام را بهش میده. با این پیام تو میتوانی که زندگی دنیای خودم اصلاح کنی، زیبا بسازی و زندگی آخرتی خودم زیبا بسازی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این شده نیست. خب ممکنه یک عده قسم استدلال کنه که خب او که امام حسین بود، او امام معصوم بود، ولی ما میبینیم ظلم هست در جامعه، نابرابری هست، شکاف طبقاتی هست، فساد مالی و اخلاقی هست،
ولی ما او توانایی که امام حسین داشت، او عزم و اراده ای که ایشان داشت، ما در خودمون نمیبینیم. به همین خاطر دیگه میگه هیچ حرکت نمی کنیم، صرف میایم همونقدر، همین گریه از دست ما بر میایم، همین رو که انجام میتیم. ببینید ما یک مثال خیلی واضح براتونیم. این وقتا متاسفانه از شیک پوشی خانم ها زیاد شکایت میشه. بله. حالا نام شیک پوشی خب به حجابی میگه چی میگه؟ ما او فوشه. بله. شیک پوشی زن ها. شیک پوشی زن ها برای با تحریک ذکور همراه هست. تحریک ذکور با ناامنی احساساتی و عاطفی همراه هست. بله. خب اگر ما بیاییم، اگر ما بیاییم، کمتر از 3 دقیقه فرصت، اگر ما بیاییم بگیم که آی زنی مسلمان، میدونی که حضرت زینب سلام الله علیها از این چادرش به غارت رفت، ناراحت شد، غصه خورد؟ اگر زن مسلمان این واقعه تاریخی را بفهمه و دست بکشه روی سرش، قطعا میگه که خب منی که چادرم را کسی دیگه از بر نمیداره، خودم بر... پس ما چرا دل زینب را بشکنانیم؟ قطعا سرمشق میگره. مشکل طبیعی نه، مشکل نتوانستن نیست، مشکل طبیعی نه. یعنی پیام درست و به تمام کمال به مردم و به مسلمان ها منتقل و فهمانده نشده؟ پیام ابتذال به صورت خیلی رند در فضا پیام زمین. امام حسین ولی پیام دین به شمول پیام حسین تبیین اونچنانی صورت نگرفت متاسفانه. درست. خب حدود 2 دقیقه فرصت هست، اگر جنبندی داری صحبت آخر. پس بنابراین ما بیاییم پیام عاشورا را مورد مطالعه قرار بدیم که اصلاح ها. بله. اصلاح شامل اصلاح زندگی فردی میشه، شامل زندگی اجتماعی میشه، و اصلاح بدون شناخت دین نمیشه، بدون تعهد دینی نمیشه. اگر اصلاح صورت گرفت، زندگی دنیایی و آخرتی ما زیبا میشه. دعای قنوت ما ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، این دعا مستجاب میشه، قطعا مستجاب میشه ان شاء الله. خب جناب استاد بسیار سپاسگزار هستیم. بینندگان محترم از همراهی شما گرامیان هم سپاسگزاری میکنیم. امیدواریم که در جای افغانستان شما شیعیان و عزاداران و محبان اهل بیت و عاشقان امام حسین هر جایی که هستید، اگر خیمه عزایی به پاس در تکیه خانه ها، در مسجد ها، امید دعا میکنیم که به دور از خطر باشه و با آرامش و امنیت کامل توفیق برپایی عزاداری امام حسین و مجالس امام حسین را انشاءالله خداوند به ما و شما بده و این مجالس فرصت شوه برای شنیدن پیام امام حسین و پی بردن به اهداف امام حسین و ما هم چون آن حضرت در این راه قدمی برداریم در حد توانمان، احساس وظیفه بکنیم درباره امت اسلامی و خودمان را مصداق از این امت بدانیم و مخاطب ای پیام بدانیم. این بحث ما ادامه داره. فردا شب هم خدمت استاد سجادی هستیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما. امشب هم همراه با جناب استاد با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام.